پنج سال قبل نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات ایران روز یک شنبه ششم شوال 1435 هجری قمری با یورش به دفاتر شبکه های شیعی در شهرهای مختلف این کشور دفاتر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و چهار شبکه شیعی دیگر را پولومب، امبال آنها را توقیف و کارمندان این مجموعه رسانه ای را بازداشت کردند. وزارت اطلاعات در بیانیه که در سایت خود منتشر کرد مدعی شد این دفاتر تولید به طور مخفیانه و غیرقانونی در راستای ایجاد اختلاف مذهبی و تجدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجه شیعیان فعالیت می کردن. این وزارتخانه همچنین مدعی شد مرکز پخش برنامه های شبکه های یاد شده انگلیس و آمریکا هستند که دفاتر تولید آنها در شهرهای قوم، اسفهان، تهران و مشهد بوده است. این در حالی بود که مدیریت این مجموعه رسانه‌ای طی نامه رسمی خطاب به وزارت اطلاعات ایران ضمن توضیح درباره رسالت، اهداف و برنامه های این مجموعه فرهنگی مذهبی مستندات خود را درباره عملکرد قانونی و شفاف این مجموعه رسانه شیعی ارائه کرد. در این نامه آمده کلیه فعالیت های دفاتر مختلف شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در ایران با اطلاع و در دید و نظر مسئولان زیرب صورت می گرفته است. و هرچند برخوردهای گاه و بیگاه برخی افراد خودسر و بعضی از مرتبطین به گروه های فشار در روند فعالیت های شبکه اختلال ایجاد می نموده اما هیچگاه من و یا حتی اختلالی جزی و یا کلی از سوی هیچ یک از نهادها و مقامات رسمی کشور به شبکه و مدیریت آن ابلاغ نگردیده بود همکنون با گذشت پنج سال از پلومپ دفاتر مجموع رسانه امام حسین علیه السلام هنوز حکم تبرعه بسیاری از مدیران دفاتر این مجموع رسانهی صادر نشده و پرونده آنان بدون هیچ گونه پاسخ سریحی مختومه نشده است. همچنین کارمندان، کارشناسان و میهمانان این شبکه مقدس از انواع عقوبتها ها همچون ممنوع خروج بودن و ممنوع معامله بودن رنج میبرند و خانواده های ایشان برای هر مرتبه ورود یا خروج از ایران مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.